سلام در خدمت هستم با ادامه دوره آموزش جنگو خب میرسیم سر اینکه راجع به مدراسیون یوزر صحبت کنیم از یه جای خیلی خوبش شروع میکنم تو حالت مدلاسیونی که قبلا استفاده میکردیم توی یوزر میشه from country dot from Django dot country dot auth import می کردین user we من یه ذره دستم جاییدن عوض شده ساختار کیبورد و با کیبورد اکسترنال دارم کار میکنم یه ذره سختم شده کار کردم با این جدیدن این تیپی ما یوزر رو می آوردیم یعنی مدلاسیون یوزر رو داشتیم از اینجا می میکردیم ولی الان میخوام از دو تا ساختار دیگه استفاده کنیم abstract user و abstract base user اوکی؟ okay. حالا این دوتا چی خب اصلا اگه بخوایم راجع به اینا صحبت کنیم میخوایم بگیم که شاخص کارمون چیه میخوایم کاستم user مدل بسازیم قرار نیستش از مدلاسیون جنگو استفاده کنیم پس شد چی دنبال چی میگردیم جنگو کاستم user okay. مارو اوکی اولین چیزی که همی همیشه براتون بالا میاد هم طبق دوره قبلی هم که داشتیم داکیومنتیشن جنگو خودش بود اما یه نکته ای است بچه ها که هستیم که نسخه چهار داره میاد این رو در نظر داشته باشین سعی کنین که رو نسخه سه و بمونین دلیلش هم خودتون میدونین بخاطر اینکه نسخه سه و دو LTS هستش تا زمانی که نسخه LTS چهار بیرون نیامده به هیچ عنوان سویچ نکنین این توصیه من به شماست اوکی؟ این از این تو مدلاسیونی که داریم بهش نگاه میکنیم بچه یه سری توضیحات داره که به اصلا کل بکند کار داره صحبت میکنه که داره از کجا میاد بعد ارزم بزرگتون که یوزر چجوری کنترل میشه بعد صرفا آتنتیکیشن ها چجوری انجام میشن تو ستینگ چجوری داره کنترل میشه و و خیلی چیزای دیگه یه سری چیزای اضافه هم داره که خب لازمه بیشتر راجعش مطالعه کنین اما چیزی که من صرفا دارم دنبالش میگردم یه رودمپیه که راحت تر بتونم دنبالش کنم نه صرفا این داکیومنت داکیومنت خیلی خوبه ها ولی مسئله سر اینه که اطلاعات حجم و اضافی اول کار زیاد داره بهتون میده اوکی میرم راجع به یه لینک دیگه بچه این لینک testdriven.io یکی از بهترین لینک هایی هستش که تو زمانی که دارین پیشرفت کار میکنین میتونین ازش استفاده کنین خیلی مسائل راجع به جنگ رو ساپورت کرده و توضیح داده و به شدت قشنگ همین کار کرده فقط یه مسئله از تست ریون یا از اسمش مشخصه که با تست کردن جلو میره مباحث تست رو میذاریم تو فصل خودش هرچند که من میتونستم که با تست نویسی مسائل رو جلو ببریم ولی یه ذره گمراه کننده میشد دوست داشتم که توی یک مبحث کاملا جدا به این قضیه بپردازم اوکی خب Uh, بر اساس چیزی که خود اینا گفتن ابجکتیوشون اینه این که اول از این توصیف کنن که ابسترکت یوزر و ابسترکت بیس یوزر چی و از کجا میان و اینکه چجوری این پروژه رو بخواین ایجادش کنین کاستم یوزر مدلتون رو بسازین و از ایمیل به عنوان پرایمری یوزر identifier استفاده کنین به جای یوزر و اینکه پراکتیک پراکتیس تست دریون دیولپمنت وایل امپلمنتینگ کاستم یوزر مدل خودش داره میگه که ما زمانی که میخوایم اینو پیاده سازی کنیم از مدلاسیون یوزر حالا به قولی کاستمی داریم استفاده میکنیم که وسط های کار میخوایم تست بنویسیم یعنی اول تست بعد پیاده سازی مثلا هم بهش میگن TDD خب به موقعش راجع بهش صحبت کنم تست دریون دیولپمنت اینا رو خیلی درگیرش نشین رو چیزی که میخوایم کار کنیم فوکس کنیم اول از اینکه abstract یوزر و abstract بیس یوزر فرقشون چی خب طبق چیزی که خودش داره میگه abstract user خب یک حالتی هستش که شما از مدلاسیون اوکی اصلی خود جنگ اوکی هستید یه سری المان ها رو صرفا میخوایم بهش اضافه کنی یا به حالا ازش برداری یا هر چیز دیگه ای یعنی شاخص های اصلی مثل فرست نیم username و خیلی چیزهای دیگر رو داره یه سریاشو میخواین تغییر بدین اوکی یا بهش اضافه کنی این از این تا abstract بیس یوزر به کسایی برمیگرده که یه لول یه هوا به قولی ای تر میخوان عمل کنن و زیر ساخت رو کامل از بیس میخوان خودشون بنویسن اسمش هم روشه abstract بیس یوزر یعنی هیچ ساختار خاصی نداره و از بیس شما شروع به نوشتنش میکنید تا تکمیل بشه ما میخوایم از abstract بیس یوزر استفاده کنیم اوکی پس اینو فهمیدین که abstract یوزر ساختار اولیه داره مدلاسیونش رو میتونین تغییر بدین abstract بیس یوزر این قابلیت رو داره که شما از بیس بتونین خیلی چیزاش رو تغییر بدین اوکی؟ این تا اینجا خب پروژهش رو ستاپ کرده اکانتش رو اضافه کرده تست و فعلا واردش نشین مدل منیجر اوکی مدل منیجر بچه ساختارش اینجوری هستش که هر یوزر مدلی که یا هر حالا به یوزری که میخواین کن ایجاد کنین کلاسش رو نیاز به یه منیجر داره یه لول بالاتر یعنی زمانی که من میخوام یوزرم رو بسازم یا هر تغییری دیگه انجام بدم یه رجوع کوچولو به منیجرش میکنه اوکی؟ اینو اول از همه نمیخوام انجام بدم اول میخوام یوزر مدلم رو بسازم خب واسه اینکه بخوام یوزر مدلمون رو بسازیم واسه بیس یوزر اول از همه باید پرمیشن ها و ابسترکت یوزر بیسشو رو بیس یوزرشو رو بیاریم درسته تو داکیومنتیشن جنگو هم همینه بچه اگر سرچ کنین abstract base user خب نمونه ای ازش رو براتون میاره یه نمونه کاملتر فکر میکنم انتهای داکیومنت اگه اشتباه نکنم بود بله این این نمونه کامل یعنی شما میتونید از همین هم استفاده کنین هیچ مشکلی نداره ولی میخوام به قولی تیکه تیکه به اینجا برسیم که دقیقا چه اتفاقی داره میفته خب با اجازهتون من این رو منتقلش میکنم توی جایی که میخوایم کد بزنیم تا ساید بای ساید این کار رو انجام بدم اوکی؟ این از این ابسترکت بیس یوزر خب اول ایمپورت کردنشون from django.country .auth .models ایمپورت کن یه سری سوالات براتون پیش میاد که اصلا اینا برای چی چرا لازم میشن چرا داریم این کارو میکنیم چرا سینتکسشون اینجوریه اینا خب قطعا به خاطر این هستش که خودشون این تیپی نوشتنش و این ساختار رو ایجاد کردن یعنی دست من و شما نبود اینو پس در نظر داشته باشین یکی از چیزهایی که توش نیورده ورده پرمیشن میکسین هاست پرمیشن میکسین کارش چیه؟ میاد ساختارهایی که مربوط به سطح دسترسی هستش و بقیه موارد این تیپی رو هم براتون کنترل میکنه خب که توی این ساختار صرفا توی اینجا بهش اضافه کرده تو بیس, تو بیس یوزر توی معمولا زمانی که دارین از ابسترکت یوزر استفاده میکنید نیاز به پرمیشن میکسینگ ها صرفا نداره چون خودش داره از از چیزای دیگه داره اینهرینس میکنه که خودش توش هست اوکی پس پرمیشن هم لازمه که بیاریم که از خود مدلز داره میاد این از این تا اینجا اوکی خب بریم مدل رو بسازیم چرا من دارم هی hey, سویچ میکنم بین داکیومنت ها به خاطر اینکه بعضی چیزا رو یک سری یا نوشتم بعضی چیزا رو ننوشتن لازمه که همه رو بدونیم که دقیقا چه اتفاق میفته اول از همه از کلاس اصلیمون شروع میکنم کلاس اصلیمون بچه قرار اسمش یوزر باشه کلاس user که از abstract base user و permission mixing میخواد نشعت بگیره حالا داخل اینا چی هستش میتونی نگاه کنی permission mixing بحث مربوط به سوپر یوزر بودن گروپ ها و پرمیژن هایی که دارن و داره کنترل میکنه اوکی okay. اینا رو میتونین ببینین از توش که چی هستش یا خود abstract base user abstract base user پسورد داره last لاگین داره ایز اکتیو داره اینا ساختاره اولیه شونن اوکی؟ یا اگر قرار باشه که ارزم حضورتون که abstract user رو ببینین چی abstract user خب که اگر دقت کنین username validator داره username داره first name last name ایمیل is استاف staff is active. خیلی داستان پشتش از درسته پس به خاطر همینه که ما صرفا نمیخوایم این کار رو بکنیم از ابسترکت یوزر استفاده کنیم میخوایم بیسش رو استفاده کنیم و همه چی خودمون ایجاد کنیم به چیز صدیقهای صدیقه نیستش پروژمون مبتنی بر اینه اوکی من یه فیلد ایمیل دارم که مدلز دات ایمیل فیلده و ارزم بزرگتون که مکس لنکسش میتونه 255 تا کارکتر باشه و حتما ایمیل باید یونیک باشه اوکی؟ okay. این یه چیزیه که باید رایت کنیم خب uh, طبق ساختاری که خودشون دارن یه سری چیزها رو نوشته ولی خب ما قطعا این مدلاسیون رو قرار تغییر بدیم و به اون uh, حالا شاخصی که مد نظر خودمون هستش صرفا نزدیکش کنیم اوکی. Okay. ایز استاف برای اینه که تشخیص بدین که جزء های استاف هست کسی که داره اینجا حالا ساخته میشه یوزرش یا نه یادتون باشه کسی که استاف نباشه دسترسی به ادمین پنل رو نداره اوکی مودز دات فیلد که دیفالت فالسه چون ما باید تعیین کنیم و اینکه ایز اکتیو هست یا نه تو ساختار اولیه‌مون مدل دات بولیان فیلد تو حالت عادی میگم که آره دیفالت اکتیو میخوام باشه اینا رو بعدا برمیگردیم تغییر میدیم بچه چون میخوام یه ساختار وریفیکیشن رو هم من به به قولی پروژمون اضافه کنم میتونم فیلداش رو اینجا صرفا تعریف کنم ولی بعدا یه سری چیزا رو تغییر میدیم صد درصد صد is verified خب models boolean field که دیفالتش فالسه این رو در نظر داشته باشین که قراره برگردیم روش صحبت کنیم اوکی؟ okay. این تا اینجا دیگه چی داریم؟ created date مساویه با models. datetime field که ارزان بزرگتون که از اوتو uh, میتونیم استفاده کنیم اوتو ناو اد ترو و اپدیتد دیت اپدیتد دیتد دیت مصابی مدلز مالوز دات دیت تایم فیل اوتو ناو ترو این از خب یه سری ساختارهای اضافه تر اینجا داریم ببینیم بچه اینا چی uh, ما داریم یوزر نیم رو حذف میکنیم ولی باید بگیم که شاخص کاری بر اساس کدوم فیلد قرار باشه خب پس من با حذف کردن یوزر نیم میتونم بهش بفهمونم که از این به بعد شاخص کاری یوزر نیم همون ایمیل قرار باشه اوکی؟ پس میگم یوزر نیم فیلد همون چیه؟ ایمیل قرار باشه این تیپی بهش اینو میفهمون جزء ساختاریه که برای این مدولاسیون ایجاد کردن required fields چیه بچه ها؟ اگر قرار بود من به فرض مثال اینجا first name بذارم last name بذارم یه سری مسائل این تیپی رو بذارم و بخوام از کاربر بخوام که اجباری اینا رو وارد کنه توی اینجا میتونستم وارد کنم یعنی بگم یه سری به قولی بذاریم سریع تر بیشتر صحبت کنم Uh, یه سری فیلد uh, هایی که دارم اینجا درست میکنم مثل مثلا فرست name و ما چون شاخصمون اینجوری شد که میخوایم ببریم توی یه جای دیگه یه مدلاسیون دیگه پروفایل رو نگه کنیم uh, ولی صرفا میگم که بدونیم مادلز دات فیلد مثلا مکس لنگت فلان اوکی اگه قرار بود بگم که حتما باید فرست نیمش رو وارد کنه اینجا براش تعیین میکنم میگم first name حتما required باید زمانی که این object میخواد ساخته بشه وارد بشه اوکی؟ این تا اینجا خب این شد کلاس یوزر من برای الان تا بخوایم راجع به این صحبت کنیم که منیجر قرار چی کار کنه فقط یه چیزی من هم اینجا میتونم که بگم که اگر قرار شد که من به قولی این آبجکت رو برگردونم به جای آبجکتی که اونجا برمیگرد به من نشون میده چی رو برگردن ریترن کنه self.emailش اوکی اینو داشته باشین تو قسمت بعدی میریم راجع به منیجر صحبت میکنیم تا قسمت بعدی خداحافظ